هست و از ایشون هم متشکرم که ایشون اشاره فرمودن. اما مربوط به چی هست؟ مربوط به تفسیر قرآن هست و قرآن مجید از این جهت که شناخته نشده است برای انسان هاست، شاید علت اصلی این که افراد از پیام قرآن محروم موندن. از اون جهت بنده معتقدم که ما خودمون از این جهت مقصر هستیم. ما میبایستی به پیام قرآن بیشتر توجه کنیم و به انسانها توضیح بدیم. پس یک معضل اینجا هست و این معضل فکری هست. یعنی از جهت اینکه رسالت قرآن برای اکثریت انسانهاست ناشناخته مونده و کسی نمیشناسد، لذا قرآن از بهرش و از علمش و از هدایتش محروم موندن. از این جهت من چون مشغول شدم نزدیک 10 سال یا بیشتر با یک تفسیری از قرآن مجید به زبان انگلیسی و فکر میکردم که اولین مشکلی که اینجا هست که باید این نکات ضعف در تفسیرهای مختلف که ملاحظه میشود اینجا بهش پرداخته بشه و سعی کنیم حتی الامکان با روش‌های مختلف مسئله رو روشن کنیم و قرآن رو اکسسیبل، یعنی برای همه انسان ها امکان پذیر هست که ازش استفاده کنن. این جانب مدتی هست که در حوزه علمیه درس خوندم و علاوه بر درس های کلاسیک و متعارف حوزوی فقه و اصول و رجال و اینا فلسفه و عرفان یک درسی و کلاسی اصرار داشتم علاوه بر درس اخلاق، آن هم درس تفسیر هست. از دو تا استاد بزرگوار استفاده کردیم، من جمله جناب آیت الله شیخ عبدالله جوادی آملی بودن و یکی دیگرشون که مرحوم شدن آیت الله دکتر شیخ صادقی بودن. صادقی که بر عربی روان مسلط بودن، اما از بیانات و از فیض علم آقای بزرگوار و استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی آملی خیلی بهره بردیم. حالا از اون جهت که ما درس خوندیم تفسیر رو، من ملاحظه کردم که تفسیر با اون روش که اکثرا دیده می شود متاسفانه، باید بگم متاسفانه، مختص افراد که به اصطلاح متخصص مباحث قرآنی بوده و همینجوری هم مونده. پس مشکل اصلی ما برمیگرده به این که ما زبان قرآن را برای انسانها و برای جهانیان اکسسیبل و امکان پذیر نگذاشتیم. لذا در این روش تفسیری که انتخاب کردیم سعی کردم حتی الامکان از زبان گویا و روان است استفاده شود، هرچند که زبانش انگلیسی هست اما زبانی که هر انسان میتوند بخوند و بفهمد و مخصوصا قشر دانشگاهی. یعنی این تفسیر صلاحیت باید داشته باشد در هر مدرسه‌ای، در هر های سکول مثلا، در هر دانشگاهی اونجا به عنوان یک رفرنس ازش استفاده شود. از اون جهت ما تا به حال متن به اصطلاح چرک نویس یا درفت اولیه‌اش را آماده کردیم و بعد شروع کردیم بقیه
اضافات و تغییرات و از اینجور مسائل. دو مطلب، حالا من خیلی در این تفسیر که مفصل هست خیلی از ویژگی های مختلف اینجا وارد شدم، از تکنیک های مختلف اینجا استفاده کردم و نمیشه این در عرض مثلا 20 دقیقه اینو رو بیان کرد، چون همین الانش ساعت 7:15. اما دو مطلب اساسی من سعی کردم و مراعات کردم که این حد الامکان ازش خوب به کار گرفته بشه. و این دو مطلب، یکیش این که درافت اولیه یا نسخه چرک نویس اولیه است به جوانهای مختلف دانشگاهی که اصرار داشتن بر این مطلب مسلمان هم نیستن، این هم اصرار هم داشتن، آدمهای فرهنگی فرهیخته درس خونده دانشگاه هاست اما در این حال مسلمان هم نیستن و آزاد اندیش هم باشن، به افراد مختلف با بکگراند های مختلفی هم اونجا بود داده بودم و از اونا خواستم که نقدش بشه. نقد یعنی به عنوان فیدبک. البته من قبول نمی کردم یه نفر مثلا حرفای بد بزنه، بد و بیرا مثلا به قرآن بگه، نه، از اونها اصرار داشتم که باید نقد نوشته بشه. مثلا تمامی این نقدها رو که جمع کردم از 30 جزء قرآن، تفسیری که به اونها دادیم، افراد مختلفی بودن، چه آلمانی چه انگلیسی چه نمیدونم قومیت های مختلف هلندی، بالاخره اکثرا غیر مسلمان بودن. و وقتی که نقدها را جمع کردم به این تفسیری که ارائه شد، تک تک مطالبی که اعتراض ها می شد یکی یکی به صورت یک سکشن جداگانه اینجا استحداث شده و آن را گذاشتیم دیالوگ. دیالوگ اینسایدر آوتسایدر دیالوگ هست، بین افرادی که مسلمان هستن و بین افرادی که غیر مسلمان، اونهایی که اطلاعاتی ندارن در باره اسلام. اینجا خیلی از مسائل ما برامون روشنه و طبیعی تلقی میکنیم، برای اونهاست نخیر، اینجوری هم نیست. اونقدر روشن نیست براشون. نمونای زیادی من ملاحظه کردم و تمامی این موارد یکی یکی را عنوان کردم و حتی امکان تمامی سوالات این 30 جزء قرآن رو جواب دادیم، اونم با یک سکشن مفصل و سکشنی که مربوط به اینسایدر آوتسایدر دیالوگ بوده. مطلب بعدی هم حتی امکان سعی کردیم در تحلیل روش داستانی قرآنی، یعنی به انگلیسی که بهش گفته میشه نراتیو انالیسیس، یعنی تحلیل ساختار قصه و تاریخ گویی قرآن. قرآن البته با مسائل نمیدونم اساطیر و اینا کار نداشته باشه، یعنی با چیزهایی که مثلا متعارف در ادبیات قدیم میسوپوتامیا، عراق، نمیدونم گیلگامش یا چیزهایی که معروف در فرهنگ‌های مختلف کار نداره. اما سعی کردیم حتی الامکان از اون داستان‌هایی که قرآن تعریف می‌کنه، یعنی تاریخ داستان‌های تاریخی قرآن چه ویژگی‌هایی داره، این روش داستان نوشتن گفتن چه روشیه. متاسفانه این روش هنوز شاخصه‌هاش ویژگی‌هاش اینو مشخص نشده، لذا یکی یکی از این داستان‌ها و قصه‌های تاریخی قرآن رو تحلیل کردیم
و اومدیم تطبیق کردیم با مدارس و مکاتب مختلف ادبیات بین المللی و مدارس مختلف ادب و داستان و رمان نویسی معروف از برای جهانیان. سعی کردیم یکی یکی این با مدارس مختلف حتی الامکان تطبیق و مقایسه بشه. از این جهت احساس میکنم یک خلأی در اینجا بایستی پر بشه و تمامی سوالات و حتی شبهاتی که مطرح میشه از مردم عادی، چه تحصیل کرده، چه افراد عادی که ما این مسائل برایمون بدیهی و روشن است، برای اونها روشن و توضیح و قشنگ جواب داده شده. البته این یکی از دو تا از تکنیک های مختلفی که در این تفسیر به کار بردیم. مسئله همجا باید که روشن بشه، ما از این آیه قرآن هدایت گرفته و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه. لسان قومه به این معناست که باید، نه اینکه فقط زبان خودشون بلد باشه، نه، باید زبانی که اونها میفهمن، زبانی که این با ذهنشون یک به اصطلاح چیز مشترکی داشته، پلتفرم مشترکی اونجا داشته باشه که بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. و از این جهت تفسیری که انتخاب کردیم، سعی کردیم حتی الامکان این جهات مشترک را لحاظ بشه و بیان بشه. اگر یک بحث خیلی مختصر و علمی و خلاصه مطلب را بگم، میگم قرآن دو بعد دارد، یک بعد موضوعی و یک بعد ذاتی. موضوع جهت موضوعیش یعنی اون چی که معنای اصلی مقصود خود بیان کننده است، یعنی نویسنده این کتاب، صاحب وحی این کتاب چی میخواست بگه. خب این یک مطلبی، این بعد موضوعیشه. یک بعدی که اینجا اکثرا مورد توجه قرار نگرفت، بعد ذاتیشه که چجوری این مطلب را به افراد باید برسانیم. ذاتی یعنی انسانها چجوری اونها این مطلب را میفهمن و راه بهترین راهی که میتونیم ما اونها را مطالب را برسانیم، به ذهنشون منتقل کنیم، باید رعایت بشه. متاسفانه اکثریت منابع، حتی چیزهایی که ترجمه شده از بقیه زبانها، عربی، فارسی و انگلیسی، شاید از جهاتی روان شده بوده، مانند تفسیر نمونه و بقیه تفسیرهاست. اما سوال اینجاست، اگر بگیم کتاب خداست، خب بله، خداست، هم باید به اندازه عقل و توان و درک و ظرفیت های خود انسان ها هم صحبت کرده باشه. خب اگر اینجوری بوده، پس ما باید به اندازه توان و استعداد نمونه نوعی انسان هاست در اطراف جهان ملاحظه بشه. لذا با روش خاصی، با تکنیک مختلفی سعی کردیم از روش های مختلف تربیتی، تحقیقی، پژوهشی، با لحاظ اون روش های سابق در مکاتب تفسیری، یعنی چه تفسیر جزئی آیه به آیه، چه تفسیر موضوعی، از موضوعات مختلف یکی یکی بررسی بشه، چه از تفسیر روایی، چه از تفسیر اسباب نزول، و اینا همش لحاظ شده و گنجانده شده در اون تفسیر. اما اینجور روش ها متاسفانه تا به حال از اون استفاده نشده است. بنده اینجا باید قول دادم به
مدیریت و دوستانی که این برنامه را دایر کردن قول دادم که به مدت 5 دقیقه آخر وقتش رو میگذاریم برای دوستان. دقیقا من حساب کردم 15 دقیقه اینجا صحبت شد، لذا 5 دقیقه برای دوستان اگر سوالاتی چیزی داشتن منعکس و مطلب مطرح بفرمایید تا ما جوابشون بدیم. آجه با یه سوال کردن، گفتن با سلام، گفتن Can you give us a sample of your تفسیر؟ Can you give us a sample of the تفسیر؟ ببینید sample، خب تفسیر 15 جلدی من حالا که در موبایل خودم که نیست اینجاست، اما من یه چیزی، یک نمونه عرض میکنم. اونجا آمدم در مثلا بحثای تفسیر سوره الکهف. خب سوره الکهف ما همیشه میخونیم شبهای جمعه، روز جمعه. میگن کسی که این رو میخونه مثلا از فتنه دجال نجات پیدا کنه. خیلی خوب، وقتی که این بحث ها رو مطرح کردیم در تفسیر، چه موضوعی چه تجزیهی، تمام بحثاش رو مطرح شد و دادیم به افراد. بعضی ها خوب خیلی شوکه شدن، خب یعنی چی؟ مخصوصا داستان حضرت موسی با معروفه که ذوالقرنین، با حضرت خضر اونجاست، که آخه یعنی چی آمده و یه پسر همجوری کشته؟ آخه یعنی چی؟ این چه منطقی، این چه حرفیه؟ اگر ما به این شکل ما میخوایم پیش بریم، خب این مجوز این که آدم هر کاری میخواد بکنه، هر جنایتی، بعد میگه بله این خدا اونجوریه. یا مثلا بعد میام مثلا کشتی انسان ها رو سوراخ کنه که بعدن بله اونها چیز بشن. خب یعنی چی؟ این تصرف، دخل و تصرف در ملکیت دیگران که شرعا جایز نیست آخر. خب همون اعتراضات در واقع موسایی رو همجوری هم مطرح کردن. آخه یعنی چی؟ حتی اگر هدفش این باشه، خب اصل کار فعل و گناه در خودی خودش که هست. اینجا خب دیگه چون بعضی از افراد خیلی مباحث خیلی میکافیلی و اینا فلان که زیاد متوجه نبودن و اهل اینجور چیزها نبودن، و ما هم مطرح کردیم که اولا این مسئله مثلا جا اومدیم، این نمونه از اشکالاتی که مطرح شد. خب این اشکالات واقعا براشون مسئله ایه، این سوال برانگیزه، خیلی چه حرفیه. حتی اگر بگی بله حضرت موسی اعتراض کرده، اما خب چجوریه؟ خضر چه حقی، چه اتوریتی داشته که ایشون همچین کاری بکنه؟ خب ببینید این یک جهتش برمیگرده به این که آدم قبول نداره که خدایی هست، چون غیر مسلمانه. خب اگر قبول نداره خدایی هست، اتوریتی هست، خالق انسان هاست اینا، خب این جهات کلن براش اصلا روشن نیست. حتی اینکه اگر بگیم رسول خدا هم براش هم معنایی نداره، چون مسلمان نیست. اما از جهاتی دیگه وارد شدیم که بله این نمونه اون چیزی که ما میگیم divine intervention، اون چیزی که شما میگید accidental things happening. خب اگر اینجوری باشه، خب خدا هم میخواست این روح این انسان، این بچه رو بگیره، حالا یک اکسیدنتی چیزی براش درست میشد و میمرد. حالا اینجا حضرت خضر خودش عامل خدایی این مسئله بود و امر الهی بهش مستقیما متوجه شده. اما اگر جهاتی، اگر اینجا بعضی از مسائل آدم لحاظ کنه، خب میبینه همیشه خدا حاضر و ناظر هست و همیشه در مواردی که خدا تشخیص میده وارد میشه و ما متوجه نمیشیم، اما علتهاش چیزهای مختلفی ما مطرح میکنیم. سمپل خب من عرض کردم چیز حدود 15 جلده، حالا همش که نمیشه بگم، اما یک نمونه از اشکالاتی که مثلا مطرح شد در بحث نراتیو انالیسیس و تحلیل داستانهای قرآنی، مثلا تطبیق شده بین گافیک لیترچر با داستان و ساختار داستان حضرت یوسف، که این مثلا شبیه اونه،
اما از جهاتی بین قرآن رعایت مسائل تربیتی و اخلاقی و فلان حتی در بیان مسائل انحرافی خیلی با روش زیرکانه و قشنگ مسئله رو بیان میکنه و این جهت خودش هم یک الگویی که برای ما چجوری داستانها را بنویسیم و معرفی کنیم. خب این دو نمونه است که من اینجا آوردم که خاطر اینکه گفتن سمپل دیگه یک سمپلی